خانه دوست، رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. یاران، مهرآمیزترین درودهای مرا بپذیرید. امروز شنبه 29 سپتامبر سال 2007 میلادی برابر با 7 مهر ماه 1386 خورشیدی است. من هما سرشار هستم. می‌خواستم بگم من هما سرافراز هستم. من هما سرشار هستم و سرافراز خرسند که در این روز تعطیل از این ساعت تا ساعت 10 بامداد در 670 AM KIRN رادیو ایران همراه با علیرضا اکبت‌چهار، کارگردان نازنین فنی برنامه، با شما خواهیم بود. در خانه دوست مهمانان خود میزبانن، پس پشت در وای نستین که خیلی بده، بفرمایید تو خونه خونه خودتونه. خب یه نگاهی بکنیم به آنچه که طی هفته گذشته در جهان و ایران روی داد که بسیار بحث برانگیز بود. به بعضی از این رویدادها اتفاقات مهمی هم در شرف تکوین هست در آمریکا، در صحنه جهانی و در ایران. بحث مفصل نشست های اجلاس 62 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل طی هفته گذشته برای جهانیان، آمریکایی‌ها و به ویژه برای ما ایرانیان خیلی جالب بود، چون این بار در این نشست مجمع عمومی سازمان ملل رئیس جمهور اسلامی ایران آقای محمود احمدی نژاد شرکت کردند و قبل از اون در جلسه در دانشگاه کلمبیا، و این دو جلسه و این دو گفتار و شیوه های برخورد، تظاهراتی که بر علیه ایشون بود بیرون در دانشگاه کلمبیا و بیرون سازمان ملل، و نحوه برخورد رئیس دانشگاه کلمبیا و بسیاری دیگر بحث برانگیخت. آقای محمود احمدی نژاد در واقع چیز تازه‌ای نگفت، سخنان همیشگی خودش رو تکرار کرد و بحث برانگیز بود حرفایی که گفت، چون همیشه در این حال از فرصت چند روزه‌ای که در آمریکا بود استفاده کرد برای اینکه گفتگویی بکنند با خبرنگاران. نشست مطبوعاتی داشتند، چندین مصاحبه داشتند، مصاحبه با چارلی روز، مصاحبه با تلویزیون CNN خانم کریستین امانپور، مصاحبه با برنامه بسیار معتبر 60 منت، و همه اینها نشانه هایی از برخوردهای غیر دوستانه با آقای محمود احمدی نژاد بود که در واقع بسیار از این برخوردهای غیر دوستانه به دلیل سخنهایی که ایشون میگن و شعارهایی که میدن به حق هست، ولی خب بعضی از این برخوردها، از جمله برخورد رئیس دانشگاه کلمبیا، واکنشهایی هم در بین خود آمریکایی‌ها در جهان برانگیخت، از اینکه چرا رئیس دانشگاه کلمبیا قبل از اینکه سخنرانش سخن بگه به او اعتراض کرد و سخنان سختی به او گفت. در واقع اگر که تقدم و تأخر سخنرانی های آقای احمدی نژاد و رئیس دانشگاه رو عوض میکردن، یعنی ایشون اول صحبت میکرد و بعد رئیس دانشگاه در مقام پاسخ اون صحبت ها رو میگفت، شاید بسیاری از این واکنش ها انجام نمیشد و برخی از دانشگاهیان، روشنفکران، غیر روشنفکران نوعی برخورد کردن با این نشست که در واقع در داخل ایران هم افرادگرایان ایرانی مثل آقای جنتی برخورد کردن، و در واقع برای چندمین بار ما شاهد این بودیم که واکنش ها در داخل ایران و خارج ایران یک نوع شده، و این هم بعضی مواقع به خاطر دور اندیشی نداشتن بعضی از افرادی است که سخن میرانند و یا کاری میکنند و یا عکس العملی نشون میدن. یکی از زیباترین برخوردهایی رو که به این نشست ها و به خصوص به نشست دانشگاه کلمبیا
من بهش برخورد کردم و خوندم، نوشته یه طنزنویس مشهور ایرانی سید ابراهیم نبوی بود تحت عنوان مهمان نوازی ایرانی و مهمان نوازی آمریکایی، که بهتون توصیه میکنم به دلیل اینکه خب طولانی است نمیخوام اینجا بخونم خرابش بکنم، بخشیشو بخونم برای شما. مقایسه میکنه دعوتی رو که دانشگاه کلمبیا از آقای احمدی نژاد کرده و بعد مقایسه میکنه به اینی که یک روز قبل از این نشست در دانشگاه کلمبیا در ایران فرزندان پسر و دختر چگوارا رو به دانشگاه تهران دعوت کردند و نحوه برخورد گروه بسیجی رو با ایشون که در واقع دعوت کننده هستن با فرزندان چگوارا و برخورد رئیس دانشگاه کلمبیا رو نشون میده و مهمانان کسانی که حضور داشتن سوال کنندگان. توصیه میکنم حتما اینو بخونید، فوق‌العاده مطلب جالبی است. آقای آیت الله جنتی هم در سخنرانی که در نماز جمعه این هفته کرد گفتش که ظهور زمینه برای ظهور امام عصر آماده شده. بسیاری بر این اعتقادن که آقای احمدی نژاد چون معتقده و مؤمنه و اعتقاد عجیبی به امام زمان داره، شاید تمام این کوشش هایی که میکنه، تمام این بحث هایی که میکنه، شعارهایی که میده در جهت این است که جنگی راه بیندازه و جهان رو آنگونه خراب بکنه که آماده ظهور امام زمان باشه، چون معتقده و همیشه هم حتی در سخنرانی سازمان مللش قبل از اینکه صحبت رو شروع بکنه یا مهدی زمان به ظهورت شتاب کن رو در واقع گفت. این شعاری است که دائم آقای احمدی نژاد میده و خیلی ها معتقدن که ایشون سخت معتقده به این قضیه. خب دیگه رئیس جمهوری است که با این اعتقادات در کشوری داره حکومت میکنه، در نتیجه همه چیز رو از این دیدگاه میبینه و هر پاسخی که به هر سوالی میده، در واقع پاسخ زیادی هم نمیده چون هرچی ازش سوال میکنن او با یه پاسخ دیگه‌ای که پس چرا در امریکا اینجوری است جواب میده، که خب یه نفر میتونه از ایشون بپرسه آقا در امریکا همه چی میتونه هر جور دلش میخواد باشه و این ربطی به ایران نداره، در ایران چرا این گونه است، که خب به هیچ کدوم از این پرسش ها پاسخ نمیدن. نکته مهم دیگری که در خبرها بود مسئله پنج به علاوه یک، گروه پنج به علاوه یک که به دنبال تحریم قطعنامه سوم برای تحریم ایران هستند در سازمان ملل و آخرین خبری که هست این است که فرانسه سفت و سخت دنبال این تحریم هست و تشویق اتحادیه اروپا. وزیر خارجه فرانسه برنارد کوشنر این حرف رو، این صحبت رو اعلام کرد، ولی گفت که قرار شده آمریکا و انگلیس و فرانسه که تصمیمشون رو گرفتن تحریم رو تا اواخر نوامبر تا اواسط نوامبر به تأخیر بیندازن تا با چین و روسیه و آلمان بتونن سازش بیشتری بکنند. در نتیجه با پایان نشست وزیران امور خارجه دولت‌های عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به منظور تدوین قطعنامه تازه علیه ایران اعلام کردند که تا ماه نوامبر علیه ایران این قطعنامه صادر نخواهد شد و به تأخیر خواهد افتاد. در کشور برمه یا ماینمار شورش داره شدت میگیره، اعتراض داره شدت میگیره. میدونید که این که در واقع کشیش ها یا مانک های برمه‌ای که کمتر در سیاست دخالت میکنن، هر بار که مشکلی پیش میاد میان و چون احترام خیلی زیادی بین مردم این کشور دارند، به دنبال شورشی که در اونجا پیدا شده و خونریزی هم شده، اونها هم وارد میدان شدند و چند روزی است که در اونجا آشفتگی، آشوب و تظاهرات فراوان هست و دیروز اعلام شد که کشور مذکور، کشور برمه یا میانمار در واقع، چقدر سخت این تلفظ این اسم، درهای کشور رو به روی خبرنگاران، خبرگزاری ها و گزارش های مختلف بسته و دیگه کمتر میشه اطلاعات دقیق تری داشت، ولی خب کماکان جست و گریخته این خبرها رو میشنویم. در غزه هم هفته گذشته باز شلوغ شد، کشت و کشتاری اونجا اتفاق افتاد، 7 نفر در غزه کشته شدند و در واقع یکی از هفته های سخت این منطقه بود. هنوز در اونجا
مشکل زد و خوردهای مختلفی است که هر روز خبرش رو میشنویم و تأسف بار هست. آقای پرویز مشرف هم از طرف قاضی عالی پاکستان اجازه گرفت که برای انتخابات دوره آینده در پاکستان میتونه خودش رو نامزد بکنه و کاندیدا بکنه. و خبر مهم دیگری که در نیویورک اتفاق افتاد، نشست سه روزه‌ای بود که به ابتکار آقای بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا برگزار شد برای رسیدگی به 4 موزل بزرگ جهانی: فقر و آموزش و بهداشت و گرمایش جهانی، که در این نشست فوق‌العاده موفقیت‌آمیز هم بود، 3 روز و به پایان رسید و بسیاری تعهد کردند که پول فراوان، بودجه فراوان و کوشش فراوانی در این زمینه بکنن، که مهمترینشون خانم آنجلیکا جولی هنرمندی بود که تعهد کرد 150 میلیون دلار پول فراهم بکنه برای کودکانی که در صحنه‌های جنگ و در مناطق جنگ زده دچار مشکل هستند. و خبر کوچک دیگری که میتونه برای بسیاری از ما جالب باشه اینه که باز هم گروه‌های محقق فرانسوی و ایتالیایی به این نتیجه رسیدن که در حدود 30,000 جین در DNA انگوری که با اون شراب میسازن، شراب پینو نوار رو میسازند، وجود داره که از حتی جین مجموعه جین انسان ها که بین 20 تا 25 هزار تاست بیشتره. و این یکی از کشفیات جدیدی است که انگور رو و شراب حاصل از اون، شراب قرمز رو، یکی از نوشیدنی های بسیار مطلوب میکنه برای مبارزه با بعضی از بیماری ها. خیلی خوب علی رضا خان، وقتمون تمومه ها، پس ما خواهش کنیم که کسانی که روزه نیستند و همراه ما میخوان یک چای گرم بریزن، چای اولشون بریزن و بنشینن به شنیدن برنامه امروز ما، با ما باشین. یک کلام بشنو از یاران. در این بخش از برنامه با آقای حمید فانی، حسابدار قسم خورده، در واقع اینجا بهش میگن Certified Public Accountant، صحبت میکنیم که در مورد یه موضوع مهمی که هفته یکی دو هفته از فکر من یکی رو مشغول کرده از ایشون پرسش بکنم. حتما میدونم که این پاسخ ایشون و اطلاعاتی که میدن حتما به درد شما هم میخوره، چون من ظرف دو سه هفته گذشته تصمیم گرفتم یه مقداری از اسناد و مدارک و کاغذهایی رو که جمع کرده بودم دیگه داشت از سر کله خونه من بالا میرفت به دور بیاندازم. و بعد نگران این شدم که آقا ما اصلا چه مدتی میتونیم کاغذ و اسناد رو نگه داریم، چه مدتی باید نگه داریم، قوانینی هایی در این زمینه هست یا نیست. و بعد با آقای حمید فانی، دوست عزیز و گرامی خودم، که یک حسابدار قسم خورده هستن در آمریکا، از سال 1982 در اینجا کار میکنند و با سازمان یا مؤسسه رامین فانی و نو اختر همکاری دارند، در این زمینه صحبت بکنم و سوال کنم و از اطلاعات وسیعشون بهره بگیریم که شما هم چون من بدونید که چه کاغذهایی رو ما باید نگه داریم، چه کاغذهایی رو نباید نگه داریم، و اینقدر نگران این نباشیم که آیا اگه یک کاغذی رو دور میریزیم بعداً دچار مسئله خواهیم شد یا نه. آقای حمید فانی متجاوز از 26 سال تجربه دارن در حسابداری و از کار خودشون رو از ایران شروع کردند با سازمان معتبر یا نهاد معتبر کوپرز اند لیبرند، که یکی از 5 سازمان حسابداری بزرگ آمریکا بوده، و بعد از 5 سال کار با این مؤسسه به لس آنجلس آمدند و مشغول کار شخصی خودشون شدند و مرکز رامین فانی نواختر رو، مرکز حسابداریش رو به وجود آوردن. آقای حمید فانی، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر خانم سرشار، خیلی خوشحالم که در برنامه شما هستم. خیلی ممنونم از اینکه فرصت دادین که با شما یه گفتگوی کوتاهی در این زمینه بکنیم. خب به ما بفرمایید آقای حمید فانی، یک امریکایی که در این کشور زندگی میکنه از نظر قانونی
مدارک قانونی خودش رو، مدارک حسابداری خودش رو چند سال بعد نگه داره؟ خانم سرشار، فکر میکنم اولا این یکی از سوالاتی که مدام در ده سال از ما میشه. آها. و اون اینه که تا چه مدت باید این مدارک رو نگه داشت. من فکر میکنم که قبل از اینکه به این مسئله بپردازم، اجازه بدین که اول ببینیم چرا این مدارک رو باید نگه داریم. دقیقاً دقیقاً بفهم. در وهله اول این مدارک به ما کمک میکنن که بتونیم اظهارنامه‌های مالیاتی یا تکس ریتن خودمون رو هر سال تهیه کنیم. بله. همینطور در مواقع حسابرسی از طرف مقامات فدرال، ایالتی و شهری این مدارک کافی برای اثبات درآمدها و هزینه‌ها لازمه. و در نهایت مدارک برای اثبات قیمت تمام شده دارایی‌ها شامل خونه، سهام و به طور کلی انواع سرمایه‌گذاری‌ها در موقع حسابرسی و نیز همینطور وارد شدن یک خسارت به ما همیشه کمک میکنن. خب حالا ببینیم چه مدارکی رو میباید نگه داریم. در رابطه با درآمدها فرمای مثل W2 1099، صورتحسابهای بانکی، صورتهای مالی مربوط به سرمایه گذاری در سهام و اوراق ارزه، فرم کیوان که درآمد هزینه رو از سرمایه گذاری ها مشخص میکنه. در رابطه با هزینه ها مدارکی میبایستی حتما نگه داریم تکچک ها، فاکتور و صورت‌های مربوط به خرید، صورتحساب‌های کریدیت کارت و همینطور رسیدهای مربوط به کریدیت کارت هستن، کریدیت کارت چارجا. بله. و فرمای 1098 که هزینه بهره مربوط به خونه رو مشخص میکنه. و در مورد خونه و املاک مدارک اسکرو رو احتیاج داریم، فاکتورهای خرید برای تغییرات عمده، ترچکا و به طور کلی در رابطه با بقیه سرمایه گذاری ها صورت هایی که از طرف بروکرتون میاد، فرمای 1099، تحقیقا و مدارک اسکرو همیشه احتیاج هست. بله. حالا برگردم به سوالی که شما مطرح کردین که در طی سال حقیقت رو بخواین مرتب از طرف کلاینت ها سوال مطرحه. خب. که آقا چه مدت میبرست این مدارک مالی و مالیاتی رو بعد نگرده؟ درست. قانون کلی اینه که هر کس موظفه که مدارک خودش رو تا 3 سال در رابطه با IRS و 4 سال در رابطه با مقامات ایالتی از تاریخ ارسال اظهارنامه مالیاتی خودش نگهداری کنه. یعنی؟ به عبارت ساده اکثر ماها تا 15 اپریل میایم تکس ریترنمون رو انجام میدیم. بله. مثلا امسال تا 15 اپریل 2007 تکس ریترنهای 2006مون رو انجام بدیم. درست. بنابراین ما میبایستی تمام مدارک 2006، 2005 و 2004 رو حداقل نگهداری کنیم. خب. این قانون کلیه، ولی یه استثناءاتی داره. بزرگترین چیزی که اونو مستثنا میکنه اینه که این مهلت 3 سال تبدیل میشه به 6 سال اگر یه شخصی بیشتر از 25% از درآمد خودش رو تو تکس ریترنش اظهار نکرده باشه. همینطور این قانون 3 ساله کاملا از بین میره و تبدیل به بی‌نهایت میشه اگر اصلا تکس ریترنی تهیه نشده باشه که میبایستی انجام میشده. خب. و بعدش هم اظهارنامه تقلبی و یا فرودولنت باشه. ما همیشه توصیه‌مون به مشتریامون اینه که کپی تکس ریترن رو برای همیشه نگهداری کنن. الزامی نداره که همه ضمایمش رو نگه دارن، ولی یه کپیش رو حداقل نگه دارن برای همیشه. خب. دوم اینه که کلیه مدارک مالی و مالیاتیشو که قانون از شما میخواد 3 یا 4 سال در مورد قوانین کالیفرنیا نگه دارین، حداقل برای 5 سال نگه دارین. و همینطور مدارک مربوط به خرید دارایی و سرمایه گذاری مثل خونه رو حداقل تا 5 سال بعد از فروش اونا نگه دارین. اگه نفروختیم که همچنان نگه داریم دیگه، مثل قباله خونه است که باید نگه داریم. خب. بدون شک بعد از اینکه این مدت‌ها منقضی شد، هر کسی میتونه که این اوراق مالی و مالیاتی خودش از بین ببره و به نظر من بهترین کار برای این مسئله اینه که از شردرها استفاده بکنید که خدای نکرده این اوراق دست کسی که نیت بدی داره نیفته. آقای حمید فانی، اصولا یک شهروند آمریکایی از نظر حقوقی، قانونی، حسابداری، همینا به چند نهاد پاسخگوه؟ یعنی نهاد ایالتی، نهاد ملی در واقع، یعنی مثل IRS، چند نهاد یا سازمان میتونن بیان با آدم بگن که آقا مدارک تو ما بخواییم ببینیم؟ اگر شما فقط در مورد افراد دارین صحبت میکنید، بله. چیزی که خیلی مصطلحه اینه که شما میبایستی با IRS که مرجع فدرال قوانین مالیاتی
و همینطور فرانچایز تکس بورد که ایالت کالیفرنیا رو میپوشونه معمولا با این دوتا کار داریم. ولی اگه در رابطه با بیزینس ها دارین سوال میکنید، شما بجز IRS و فرانچایز تکس بورد ممکنه با سیتی آف لس آنجلس کار سر و کار داشته باشین، با کانتی آف لس آنجلس سر و کار داشته باشین در رابطه با پراپرتی تکس ریترن ها. اینا بیشتر، این چارت مرجع بیشتر از همه میتونن شما رو آدیت بکنن، حسابرسی بکنن. به غیر از اون شما در رابطه با سیلز تکس همیشه میتونید مورد آدیت بشین از طرف بورد آف ایکوالیزیشن. در نتیجه اگر که ما مدارک و اسناد خودمون رو، حالا برای اینکه خیلی هم محتاط باشیم، مثلا 6 سال یا 7 سالش رو نگه داریم، بقیه رو واقعا با خیال راحت میتونیم بریزیم دور دیگه. با خیال راحت، یعنی بکنیم از دلمون، بندازیمش دور. من میدونم که با ضمن تمام توصیه‌ای که میکنم، خیلی از کلاینتامون هنوز ترجیح میدن که نگه دارم، به خاطر اینکه نمیدونم ته دلشون اینطوری راحت‌تره که اینا رو نگه دارن. ولی واقعیت اینه که شما به نظر من همونطوری گفتم، قانون میگه 3 سال یا 4 سال، ولی 100% بعد از 5 سال که ما توصیه میکنیم اینا رو بریزیم بیرون، هیچ اتفاقی نمیاد. شاید گاهی اوقات هم آقای حمیدفانی اگه مدرک زیادی نگهداری باعث دردسر هم بشه، درسته؟ دقیقاً. یعنی اینکه اینا، همینطور شما اول صحبتتون خیلی به خوبی روی این مسئله انگشت گذاشتین، همینطور تلمبار میشن. البته تکنولوژی الان طوریه که شما میتونید یه دونه اسکنر داشته باشین خیلی ارزون، تمام این مدارک رو اسکن بکنید و بعدش همیشه اینا رو مثلا فرض کنید روی سی دی یا دی وی دی نگه دارین. ولی بدون شک حرف شما صحیحه و اینا جز دردسر چیز دیگه نمیتونه باشه. خیلی خب، برای اینکه بنده این توصیه رو خواستم که از طرف یک مقامی که آگاهی کامل داره به دوستان شنونده این رادیو بکنم و خودم هم گوش بدم، چون خودم هم تقریبا کاغذ از چیز زیادی جمع نمی کنم، ولی نمیدونم چرا سختمه که کاغذ رو بریزم دور. و دیگه 2 هفته پیش که تصمیم گرفتم با شما داشتیم صحبت میکردیم، واقعا دیدم که من 27 ساله توی مملکت اومدم، همه کاغذامو نگه داشتم از ترس اینکه مواد فردا بیان یه دفعه یه سوالی از ما بکنن. ولی دیگه خب چون این توصیه دیدم چقدر راحت شدم که یه سری از اینا رو ریختم دور، گفتم شنوندگان ما هم نظر شما رو بشنوند و این کار رو بکنن. نه با خیال راحت میتونی اینا رو صورتش کنی. خیلی، ولی فرم تکس ریترن IRS مون رو، اونو همونطور که توصیه کردی اون رو هم میتونیم اسکن کنیم تو کامپیوتر نگه داریم، یا بعد کپی پرینت شده شو داشته باشیم؟ نه شما میتونید اسکنش بکنی و نگهش داری. خیلی خوب، پس دیگه خیالم راحته. ولی آقای فانی اگه دفعه در دست چیز پیدا شد وقت میایم سراغ شما سوال میکنیم. خب دوستان، کاغذا رو بریزید بیرون، نگه ندارید دیگه، ببینید که میتونه براتون دردسر ایجاد کنه. یک دنیا ازتون متشکرم از این محبتی که کردید و اطلاعاتی که به ما دادید. آقای حمید فانی از مؤسسه رامین فانی و نوآخر، روز شما هم بخیر. یک کتاب، یک نویسنده. دوستان، در این بخش از برنامه با یک شاعر، نویسنده و روزنامه‌نگار جوان ایرانی صحبت می‌کنم، خانم شیدا محمدی، که تحصیلات خودشون رو در زمینه زبان ادبیات فارسی تا مقطع لیسانس در ایران ادامه دادند و حوزه علاقمندیشون همیشه ادبیات و نقاشی بوده. شیدا محمدی از سال 1378 فعالیت روزنامه‌نگاری خودش رو در صفحات فرهنگی و اجتماعی روزنامه همشهری و جامعه جمع آغاز کرده و در روزنامه‌های ایران جمعه، اعتماد و مجلات مختلف ادبی هم قلم زده. در یک دوره هم شیدا محمدی دبیر صفحه زنان در روزنامه ایران و دبیر تحریری مجله فرهنگستان هنر بوده و از او کتاب مهتاب دلش را گشود، بانو، در سال 80 توسط نشر تندیس به چاپ رسیده. کتاب بعدی او که افسانه بابا لیلا نام داره، از سال 1380 در وزارت ارشاد منتظر مجوز بوده و بالاخره با حذف 44 مورد در نوبت اول و
و 18 مورد در نوبت دوم در سال 1385 به چاپ رسیده. و همونطور که در اول برنامه در اول معرفی گفتم، شیدا یک شاعر هم هست و در حال حاضر قصد داره که مجموعه اشعارش رو به چاپ برسونه، ولی همه این صحبت‌هایی که با شما کردم یه دلیل خیلی مهم داره. این دفعه به جای معرفی کتاب میخوام با یک نویسنده‌ای که با مشکلات چاپ کتاب در ایران و خارج از کشور، چون بخشی از این کار رو هم در خارج از کشور بخت خودش رو اینجا آزمایش کرده و اینجا هم دچار مسئله شده، صحبت بکنیم ببینیم چرا انقدر مسئله چاپ کتاب برای نویسندگان، شعرا و اهالی قلم چه در ایران و چه در خارج از ایران سخته. صبح شما بخیر خانم شیدا محمدی. صبحتون بخیر خانم سرشار. درود میفرستم بر شما و شنوندگان برنامه. درود بر شما و خیلی سپاسگزارم که قبول کردید با ما گپی بزنید در این زمینه، چون میدونم که چقدر برای یک نویسنده و کسی که اهل قلمه و کتاب داره، کتاب شعر داره، کتاب نوشته داره، دلش میخواد اینا چاپ بشه و اینها همین جور در پیچ و خم مسائل و مشکلات میمونه و یا چاپ نمیشه یا مطابق دلخواهش چاپ نمیشه، مسئله آفرینه و میتونه روش تنش بذاره. شما چه گرفتاریایی با چاپ در ایران داشتین خانم شیدا محمدی؟ خانم سرشار، من فکر میکنم که من هم مثل تعداد اکثریت نویسندگان و اهل قلمی که در ایران حضور دارن و وجود دارن دچار مشکل سانسور، خودسانسوری و عدم چاپ و نشر کتاب در ایران مواجه بودم. در ایران سه عامل سانسور و خودسانسوری و نداشتن هزینه لازم برای چاپ کتاب فکر می‌کنم از عوامل بازدارنده و اساسی هست و در خارج از کشور نبودن ناشر خوب و هزینه بالا، عدم توزیع و معرفی کتاب، من فکر می‌کنم همه اینها عواملی هستن که رشد کتاب رو در ایران به صورت وحشتناکی پایین آوردن. در ایران خانم شیدا محمدی شما گفتید در ایران یکی از عوامل دو عامل سانسور و خودسانسوری رو فهمیدم و میدونیم همه ما، ولی عامل سوم رو گفتید از نظر مالی. مگه ما میشنویم که تعداد ناشرها در ایران خیلی زیادن؟ متاسفانه خانم فرشور، از اونجا که فرهنگ عامه ما گرایش بسیاری به تاب و سازی و چهره سازی داره، فقط یک چهره های مشخصی قابلیت و امکان چاپ کتابشون رو دارن. آها. و تعداد نویسندگان و شاعرهای جوانی که هر روز تعدادشون بیشتر میشه، طبق آمار رسمی ما الان 35,000 اهل قلم در ایران زندگی میکنن، اما از نویسنده، روزنامه‌نگار، شاعر خوب. و یا هر کسی که به هر حال مینویسه، اینها با از مشکل هزینه برای چاپ کتاب، یعنی یک کتاب حدود 80 صفحه‌ای شعر در ایران با قیمت حدود 1,000,000 تومان الان ناشرها قیمت میدن که متاسفانه برای تیراژ چقدر؟ برای تیراژ بین 500,000 جلد. اوه الان متاسفانه طبق این آمار حد اکثر تیراژی هم که ما در نظر بگیم 3,000 تایی که خیلی خوشبینانه باید باشه، به تعداد این همه اهل قلم حدود 8.57% مخاطب داره، یعنی در حقیقت میشه گفت هیچی. و از این تعداد هم مافیای بزرگی وجود داره خانم سرشار برای توضیح و معرفی کتاب، که متاسفانه من حتی خودم با این مشکل رو برو برم که کتابم در هیچ کتاب فروشی موجود نبود، یا عدم آگاهی، یعنی اظهار بی‌اطلاعی میکردن که این کتابو ندارن یا نمیدونن در موردش، یعنی که به هر حال هیچ وقت توضیح نشد. و اینجا هم به همین صورت، یعنی یک حلقه‌ای وجود داره بین ناشران که متاسفانه بازدارندن برای معرفی چهره های جوان. تنها کتابی که وجود داره و الان آمار بسیار وحشتناک، یعنی در مرداد ماه گذشته فقط 104 عنوان کتاب مذهبی چاپ شده که فقط هم یک نوع نگاه مذهبی در وجود داره و پایین ترین آمار مختص ادبیات، هنر و فلسفه است. آها، یعنی این طرفدار نداره بیشتر اون یعنی طرفدار که داره در دسترسشون قرار نمیدن، در واقع اینطوری که دارم از حرف شما میفهمم، یعنی بیشتر فشار روی این هستش که کتابهایی در دسترس مردم قرار بگیری یا توضیح بشه که
یا حکومت یا کسانی که تصمیم گیرندن میخوان که مردم اونا رو بخونن، درسته؟ بله، تنها کتابای مکتبی الان رشد چشمگیری داره که 50% از این کتابهایی هم که در ماه گذشته به چاپ رسیده عناوین مکتبی دارن، فقط 32% تازه به چاپ رسیده که باز هم کتابای دینی هم. تنها یک دوره در دوره اصلاحات که زمان آقای خاتمی بود یه رشد 12% داشت چاپ کتاب، که از دوره ریاست آقای احمدی نژاد حتی کتابهایی که قبلا هم مجوز چاپ گرفتن مجوزشون لغو شده. کتاب ها الان ماهای بسیار طولانی در وزارت ارشاد میدونن میمونن بدون اینکه سرانجامی داشته باشن. وقتی هم که اگر کتابی این شانس رو داشته باشه که بتونه چاپ بشه و بیاد بیرون، به خاطر توزیع بد متاسفانه به دست مخاطب واقعی کتاب نمیرسه. از یک طرفم من فکر میکنم دلسردی که مردم پیدا کردن و متاسفانه اکثریت گرایش دارن به یک نوع تقلید و باور فضای حاکم بر کشور، رغبتشون رو به مطالعه دست دادن. یعنی ما متاسفانه پایین‌ترین آمار رو داریم در چاپ کتاب و مطالعه، یعنی تقریبا یک ایرانی درستان شاید 1 دقیقه مطالعه آزاد داشته باشه. بله، این در مقایسه با کشورهای پیشرفته واقعا وحشتناک و تأسف انگیزه. یعنی من فکر میکنم خانم سرشار به صورت خلاصه ما یک در اهل قلم یعنی 35,000 نفر در یک مثلث جمع شدن که تحت این فشار، یکی سانسور، یکی خودسانسوری و یکی نداشتن هزینه کافی برای اینکه بتونن کتابشون رو چاپ کنن. من فکر میکنم اگر ناشرهای خصوصی بیشتر از ناشران دولتی بود و میتونستن این فضا رو بشکنن یه مقدار شرایط بهتری بود. الان با حضور اینترنت من میبینم که خیلی از کتاب ها به صورت چاپ اینترنتی در میاد یا جدیدن در ایران به صورت چاپ زیرزمینی، که خب این هم خانم سرشار همونطور که اطلاع داریم به هر حال نمیتونه به دسترس عموم برسه. نمیتونه به دسترس عموم برسه، نمیتونه برای نویسنده‌ای که داره این کتاب رو مینویسه حداقل یک بازگشت مالی داشته باشه که بتونه زندگیشو از اون طریق بگذرونه و ادامه بده به کارش ده. یعنی در واقع به این سیستمی که الان داره جلو میره، کار نویسندگی و یا نوشتن کتاب میره در یه جهتی کار جنبی قرار میگه. یعنی یه نویسنده یا شاعر یا کسی که میخواد اهل قلم در واقع باید یه نونش رو یا گذران زندگیش از راه دیگه در بیاره و بعد از اون پول خودش شخصا سرمایه گذاری بکنه، کتابش رو چاپ بکنه. و این مثل اینکه در ایران و در خارج از ایران هر دو یه گونه یک بله، متاسفانه در خارج از کشور هم ما ناشران بسیار خوبی داریم که با تیم 20 سال گذشته از شهرت خوبی برخوردارن، ولی کتابهایی که منتشر میکنن یا از کیفیت بسیار پایین کاغذ یا روی جلد یا گرافیک و صفحه بندی برخوردارن، یا انقدر توزیع بدی داره که کتاب اصلا دست مخاطب عمومی نمیرسه. به اضافه که هزینه بالای چاپ کتاب در واقع سرمایه گذاری شخصی خود نویسنده یا شاعر باعث میشه که رغبت چندانی برای این کار وجود نداشته باشه. از یک طرف هم هیچ بازدهی از فروش کتاب وجود نداره. متاسفانه ناشرین وسط یک ظلم گزاف دوباره هم به نویسنده میکنن که معمولا تعداد تیراژ رو به دروغ اعلام میکنن، معمولا تعداد تیراژ کتاب بیشتر از اونیه که پشت جلدش زده شده و از این مقدار به هر حال پولی رو به جیب خودشون میذارن و حق نویسنده شاعر هرگز داده نمیشه. بله، این که سالهای سال حتی قبل از انقلاب هم رایج بود. حالا یه نکته مهمی خانم شیدا محمدی توی مطالبی که در مورد کتاب شما افسانه بابا لیلا داشتم میخوندم این بود که این کتاب 44 مورد حذف داشته در دوره اولش و بعد در دوره دومش مثلا 18 مورد حذف. من میخوام از شما به عنوان یه نویسنده، من میدونم که نویسنده هر کلمه و یا هر جمله‌ای که مینویسه برای کتابش یا شاعر راستی بهشون دلبسته میشه و اگه یه کسی حالا خودش میتونه مثلا به هر دلیلی بخشایشو حذف بکنه، حالا چون نمیخواد اونو چاپ بکنه، ولی اگه کسی دیگری بهش بگه و اون کسی دیگر مأمور سانسور باشه یا مأمور اطلاعات باشه که باید اینا رو حذف بکنی،
چه حالی با آدم دست میده. واقعا بعضی موقع ممکنه حس من اینه که نویسنده ترجیح بده که آقا اصلا من نمیخوام کتابم چاپ بشه به جای که این همه توش دست بده. درسته؟ دقیقا خواهد سرشان. من خود من با اینکه الان خارج از کشور زندگی میکنم و ولی باز هم دچار این انزوا و سرخوردگی هستم، کما اینکه من الان کتاب شعرم 2 ساله آماده چاپ شده و خود شما به هر حال به عنوان یک نویسنده و روزنامه‌نگار میدونید هر دوره آدم زندگیش و فکرش و نوشتش متحول میشه، کما اینکه من الان دوره جدیدی از شعرم آغاز کردم که با دوره قبلی متفاوته، ولی حتی دوره اولیه کتاب من هنوز به چاپ نرسیده. کمون که افسانه باب لیلا وقتی به دست من رسید، من هم مثل خیلی از خواننده‌ها برای اولین بار بود با این کتاب روبرو می‌شدم و چیزی که برای من خیلی دردناک بود، ببینید خواستم شما این کتاب سال 80 به ناشر سپرده بودم که متاسفانه در ارشاد مون و 85 این کتاب در اومد و تو این 5 سال انقدر زندگی من و دلتب افکار من متعور شده بود که فاصله بسیار زیادی از این کتاب داشتم. کمون که اگر این کتاب در حال حاضر قرار بود نوشته بشه حتما به صورت متفاوتی بود یا خیلی از بخش‌های اون حذف می‌شد، تغییر می‌شد، اضافه می‌شد. ولی این نگاه یک سویه حکومتی به آثار نویسندان شاعران کما که دیگه وحشتناک‌ترینش هم در دوره آقای احمدی نژاد و برخورده که با یعقوب یادعلی شده که به خاطر یکی از شخصیت‌های داستانیش داره محاکمه میشه. بنابراین خیلی طبیعیه که بخشای غیر مذهبی کتاب من زده بشه و به خاطر نویسنده رو چندین بار به بازجویی بکشن یا بخشای اروتیک و به زن اونها زنانه و اروتیکش حذف بشه و به هر حال همه این نگاه ها خود شما نویسنده و میدونید باعث میشه که کمایی که من با دوستان شاعر و نویسنده من در ایران صحبت میکنم باعث خودسانسوری بسیار گسترده بین شاعرها و نویسنده شده و باعث میشه که دیگه هیچ رغبتی به نوشتن پیدا نشه یا اینکه به گفته شما همه اینها نوشته شده و تلمبار شده و ترجیح بدن که هرگز به چاپ نرسه. درست درست. در هر حال بازم میدونم با وجود که تعداد خیلی کمی مثل اینکه حتی مثلا 7-8 تا کتاب افسانه باب لیلا به لس آنجلس رسیده، برای کسانی که علاقمند هستن که این کتاب رو بگیرن کجا میتونن این کتاب پیدا بکنن؟ اگه هست نمیدونم، شما به من بگید خانم شهیدا محمدی. قبلا چند جلدی رو انتشارات دهخدا برده بود و کلبه یک کتاب. بله. در حال حاضرم کانون سخن یک شب شعر در 8 اکتبر برای من گذاشته که یه تعدادی از این کتاب ها رو همون شب برای عموم به فروش میذارم. خب پس 8 اکتبر که هفته آینده میشه ما بازم اعلام میکنیم در کانون سخن خانم شهیدا محمدی هم کتابخانی دارن، هم کتابشون رو ارائه میدن و برای کسانی که مایلند با کارهای بیشتر شهیدا محمدی نویسنده و شاعر خوب ما جوانی که الان 2-3 سالیست مقیم لس آنجلس شده آشنا بشن به وبلاگش مراجعه بکنن. وبلاگ زیبایی داره و نوشته هاش زیباتر از اون. www.sheidamohammadi.com SHEIDAMOHAMADI.com sheidamohammadi.com. براتون آرزوی روزهای بهتری رو میکنم و موفقیت و امیدوارم روزی برسه که هر نویسنده موقع که کلمه آخر کتابش رو نوشت این آرزو و این نور در دلش باشه که مثلا ظرف 2-3 ماه آینده کتابش در بیاد. منم امیدوارم خانم سرشا و بسیار خوشحالم که در کنار روزنامه‌نگار با سابقه چون شما تو این برنامه بودن. خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت منو قبول کردید. مرسی شهیدا محمدی. متشکرم. روزگار خوشی رو براتون آرزو دارم. منم برای شما به همچنین. خدا نگهدار. دیدار دوست با هادی خرسندی. خب این روزها ما
برای دسترسی به آقای هادی خورسندی مجبوریم که به جهانگردی دنبال ایشان و اروپاگردی بپردازیم و هر بار که هر برنامه داریم روز شنبه یه جایی ایشون رو در کنار آقای پرویز صیاد پیدا بکنیم. الان علیرضا خان دارن میگردن ببینن این آقای هادی خورسندی در کدام گوشه اروپا هستن که ما بتونیم یه سلامی بهشون بکنیم و برنامه هفتگیمون رو باشون داشته باشیم. تا هادی خورسندی روی خط بیاد، من به شما دوستان یادآوری بکنم که سایت یا سامانه یا پایگاه اینترنتی آقای هادی خورسندی askaraga.com یکی از زیباترین و خواندنی‌ترین سایت هایی است که روی اینترنت وجود داره و در واقع یک سامانه ایرانی هست به اسم www.guya.com guoya.com. اگه به این سامانه برید، سامانه‌ای که به شما تمام نشریات و روزنامه‌هایی که ایرانی هستند، رادیو تلویزیون‌ها، اینا رو آدرس‌هاشون و نشانی‌هاشون رو میده که با یک کلیک میتونید برید پیدا بکنید و دیگه هم سامانش و سایتش در اون زیر گویا میتونید پیدا بکنید یا askaraga.com. پیدا کردیم آقای هادی خورسندی رو؟ بله بله. به به، صبح عصر شما بخیر. عصرتون بخیر. سلام بر شما. کجای این دنیای بزرگ هستین آقای خورسندی؟ ما در از پاریس پشت سر گذاشتیم به طرف لندن به اتفاق آقای صیاد و صمد آقا که پرد شدم لندن برنامه داریم اینجا. حالا برای اینکه صاف برم سر اصل مطلب، یه دونه دفترچه تبلیغاتی دادن که بعضی بیزینس های پاریس رو توش نوشته. خب. بعد بعضی جا برای که هموطنان اونجا اینج آشنا بشن با نوع تبلیغات اینجا نوشته رستوران سنتی ایرانی، اسمش حالا نمیگم، شنبه ها دیزی سنتی، گوشکوبیده سنتی با گوشکوب سنتی. شوخی میکنی؟ بعد میگه لطفا هنگام پرداخت صورت حساب گوشکوب را به گارسون پس بدهید. مثل که بعضی ها گوشکوب رو به عنوان یادگاری به همجرم میبرن. آقای خورسندی شوخی میکنی یا راستی راستی دارین میکنی؟ نه نه نه، یک کتابچه در اومده آگهی ها رو به صورت برها اینجوری گذاشته. آها. اسمشو طنز نمیذارم ولی کامیکه بیشتر. آها آها. دندان پزشکی دکتر آلا هرچی، دندان طمع شما را میکشیم، کشیدن دندان عقل مجانیست. بعد یکی که خیلی جدیتره موضوعش ولی شیرین‌تره، میگه شما را به هر جا که میخواهید، آژانس مسافرتیه، شما را به هر جا که میخواهید میبریم و سالم برمیگردونیم، پرانتز، غیر از میهن عزیز. توضیح: مدیر خودمان رفته هنوز برنگشته. بعد پرانتز: لطفا مدیر آژانس مسافرتی ما را آزاد کنید. حالا این بنده خدا کی بوده؟ حالا یه آرشگر آرشگر زیباییه نوشته لطفاً به خانم‌های زیبایی که از این آرایشگاه بیرون می‌آیند متلک نگویید. ممکن است آن خانم زیبا مادر بزرگ خودتان باشد. دلاله. بعد میگه که این چی با مزه است. استرولوژ و متخصص طالع‌بینی آریایی. نمی‌فهمم دیگه. طالع‌بینی آریایی یعنی چه جوری میشه؟ یعنی چینی نیستش مثلا؟ نه، مثلا بابون که اول هفته خشایارشا به شما تلفن میکنن، آن روزای آخر هفته اعراب به شما هم بخواهد. چیزایی خوب نمیدونم موضوع چیه. بعد عرضم به خدمتتون که چیه، آها، تعلیم پیانو در منزل. بعد نوشته داشتن پیانو در خانه اجباری است. یعنی یارو معلمه پیانوشو همراه خودش نمیتونه بیاره. فکر میکنم یه همچه مشکل. نمیدونم چقدر دیگه وقت داریم. ما وقت داریم ولی شما یه قولی به ما داده بودی، نمیخواید اون قولتون رو انجام بدین؟ الان نه، من یه شعر دیگه میخورم. دیشب یک بانوی خیلی محترمی که سنشون در حدی بود که به من میگفتن پسرم، خب، یک خودکار بیک به من جایزه داد، گفت برای اینکه دو بار اسم خودکار بیکو توی اشعارت آوردی و این خودکار بیک جایزته و من اون شعرها رو خیلی دوست دارم. از قضا در اون خانم گفت دوست دارم. اون خانم، من این دو تا شعر یادمه میخونم. یکی شعرش که
میگه گنجشک به روی شاخه چیک 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 ساعت به سر تاخ تیک 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 من شاعرم و سکوت نتوانم کرد خودکار ورا بیار بیک 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 بیک. من بعد از این که این رو خوندم این شعر رو ساخته بودم سالا پیش این ربایی رو دکتر کریمی عکا گفت تو دقت کردی که یکی از حرفای سعدی رو توی قالب خودت تکرار کردی متوجه نبودم گفتش که دوش هم مرغی به صبح می نالید عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش که میگه که من نمیتونم ساکت باشم که مرغ تسبیح خوان و من خاموش پرنده سحرگاهی پاشده و داره میخونه و من به عنوان یک انسان نمیتونم که ساکت باشم. البته پدر سعدی رو در وردین خب ولی اب نداره. نه 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 اولا باعث شدم اسمش تو برنامه شما بیاد خیلی هم باید بره راضی نقل به مضمون بود البته البته از این نظر آره از اون نظر گفتم خب دیگه باید برن دوستان گلستان رو که گلستان و بوستان رو که واقعا کتاب های حالا نمیخوام بگم مقدس ولی کتاب های برجسته زبان فارسی این دو کتاب یا بایبل یا حالا تورات قرآن هرچه هیچ کدومش نیست گلستان و بوستانه که چقدر فارسی رو به ما ایرانی ها یاد میده. یه دونه دیگه هم خودکار بیکی دارم دیگه بفرمایید. این البته نوشتم شران رو کاغذ خب که راحت بخونمش. میگه نه عیسایم میگم نه عیسایم نه موسی نه محمد نه زرتشتم که با کردار نیکم من آن پیغمبر بی ادعایم که اجازم بدین خودکار بیکم بیکست به به اینم از این براتون ما داریم میام به آمریکا کی در راهیم دیگه یعنی ما در راه این تور اروپا کردیم. دو مرتبه از همون راهایی که کفش آهنی رو نمیدونم هفت جفت کرد سه ماه طول میشه دیگه به قول چیز هیچ وقت ما نمیدستیم مثل قصه ما به سر رسید کلاغه به خونش نرسید بیایم هم باز برمیگردیم برای اینکه باید به ایران برگردیم. به هر حال شاعر ارمنی میگوید که وطن تو اونجاست که کفشاتو در میاری جوراباتو در میاری و پنجه های پاتو مالش میدی و میگی آخی خسته شدم ما هنوز خسته نمیشیم میریم تا اونجا که کفشامو و جورابامونو در میاری. آقای خورسندی استقبال از برنامه‌تون چطور بوده تو اروپا؟ نو کامنت به قوله چرا نو کامنت؟ برای اینکه دیگه خارج از نه قول آقای سیاد شکست نفسی نکنید از قول آقای سیاد بگید خیلی استقبال شایان چه توجه و زیبا و جالب بود به طوری که ما دوباره 9 دسامبر برمیگردیم به پاریس تو شهرهای انگلیس هم برنامه داشتیم خیلی خوب بود و فردش هم در سالن 900 نفری هستیم در لندن که متاسفانه بریتش تموم شد ولی ما می‌خواستیم هممون سوار هواپیما بشیم بیایم اونجا چون تا 3 ماه دیگه نمیتونیم صبر کنیم. ما 3-4 تا بلیط برای اون مواقع استراتژی می‌ذاریم کنار. شما تشریف بیارید، علیرضا هم بیارید، آقایشات هم بیارید داریم بلیط. چشم. آقای حجازی هم بیارید. آقای حجازی بله بدون ایشون که نمیشه که اصلا. آره، یه خود دلش باز. باز باشه. بله، چشم. می‌دونم که خیلی فشار روش زیاد. آره. خیلی ممنونم. سفرتون بخیر، مراقب خودتون باشین. با ترن دارین میرین؟ نه خیر، در اتومبیل یه دوست عزیزی هست. آها، از اون اتومبیلا که میذارین رو کشتی و بعد میرید اونور؟ بله بله. آقای برامخان شفیعی هستن که لطف کردن در این سفر اومدن که به ما سرپرستی ترانسپورتی داشته باشن با ماشین خیلی شیک که چون نمیدونم ایشون وقتی ما رو پیاده کرد دوباره ماشین شیک از کجا بیاریم. خب از قول ما بهشون بگید که چی یه اون شعر معروف میگه آسه برو دو چرخ رون که بار شیشه داری خلاص یه بار ارزشمندی داره آقای خورسندی و آقای صیاد باید مراقب باشه. خیلی ممنونم. آقای ممیشه حسین پور مدیر فنی برنامه‌مونم همراهمونه. نمیتونستم که دست جمعی از همه اینجا یاد نکنم. به امید دیدار. به امید دیدار شما. روزتون بخیر. قربون شما برم. خدا حافظ.
خب دوستان، به دومی ساعت از برنامه خانه دوست خوش آمدید. در این ساعت روال معمول برنامه اینه که ما به سراغ دفترچه خاطرات بریم، ولی چون در حال حاضر در شهر واشنگتن در دانشگاه مریلند یک کنفرانس بسیار با اهمیت در جریان هست، ترجیحاً وقت خودم رو به گفتگویی با خانم دکتر هورا یاوری دادم که یکی از کسانی هستند که در این جلسات سخنرانی هم حضور دارند، هم بخشی از این برنامه رو اجرا می‌کنند، احتمالاً سخنران هستند و با نهایت مهر فرصتی دادن که ما ایشون رو از جلسات کنفرانس به کناری بکشیم و باشون یه گفتگوی داشته باشیم، برای که گزارش از این کنفرانس بین المللی رومی به ما بدن. صبح شما بخیر خانم دکتر هورا یاوری. صبح به شما بخیر خانم هما سرشار. خیلی متشکرم که این لطف رو در به من کردید و این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. خیلی ممنونم که میدونم شما باید توی جلسات حضور داشته باشین همه این جلسات. فقط واقعا بهترین کسی بودید که میتونستید به ما بگید که چه میگذره این سه روز 28 29 و 30 سپتامبر در دانشگاه مریلند با یک کنفرانس سه روزه مولانا. همینطور که حتما مستحضر هستید، امسال 800مین سال تولد مولاناست و در سراسر جهان به این مناسبت برنامه هایی اجرا شده و کنفرانس های متعددی واقعا در همه جا من جمله در ایران برای کاویدن گوشه و کنار زندگی و کار مولانا برگزار شده. بله. این کنفرانسی که در مریلند هست یکی از این کنفرانس هاست، ولی شاید یکی از بهترین و منظمترین این کنفرانس ها میشه به حسابش آورد. آدمایی که از کشورهای مختلف و با زمینه های فکری و تحقیقی متفاوت در این اجلاسی شرکت دارن، در واقع یک تصویری میدند به شنوندگان و استفاده کنندگان از این کنفرانس، شبیه به تصویری که مولانا امروز در ذهن جهانیان داره. ده. یعنی تصویری برگذشته از مرزهای جغرافیایی و مرزهای عقیدتی. چه جالب. و واقعا یک فرصت درخشانه که آدم گوش بده و ببینه که تا چه اندازه این شیوه های جدید تحقیق روشن کننده گوشه هایی از جهان ذهنی و فکری و اندیشگی مولاناست که خودش امروز بعد از 800 سال جهان رو به صورتی تسخیر کرده که همچنان که یکی از گفتارهای کنفرانس بهش اختصاص داره، امروز پرفروشترین شاعر انگلیسی زبانه، به خصوص در امریکا، و تعداد آدمایی که عاشقانه به شعرش گوش میدن جدا از اینی که محقق باشن و در باره شعرش تحقیق بکنن روز به روز افزایش پیدا میکنه و همین دیروز این پابلیک رادیو بخش های از شعر مولانا رو به زبان فارسی و بعد با ترجمه انگلیسیش پخش کرده که خبرش رو بعداً در کنفرانس به ما دادن. چه جالب. خانم دکتر یاوری، چند سخنران در این سه روز دارن صحبت میکنن و از چندین کشور مختلف حتما هستن دیگه؟ بله، از کشورهای مختلف میان. سه روز کنفرانس، به هر صبح به دو پنل و بعد از ظهر به یک پنل اختصاص داده شده. یعنی ما هر روز شش سخنران داریم و در سه روز 13 سخنران. و در کنار این برنامه های هنری و موسیقی متناسب با اندیشه های مولانا و متناسب با حرف هایی که روز در باره مولانا از زاویه های علمی و تحقیقی زده میشه اجرا میشه که برنامه رو هم متنوع تر میکنه و هم برای همه کسایی که علاقه مند هستن به این زمینه ها جالب تر و پذیرفتنی تر. حتما استقبالم خیلی خوبه. استقبال خیلی خوب بوده و یکی از نکته های جالب باز حضور نمایندگان کشورهای افغانستان و تاجیکستان در این برنامه است. سفیر افغانستان در روز افتتاح برنامه در جلسه حضور داشت و دیشب
در منزلش یک ضیافتی داده بود برای کسایی که در این برنامه شرکت کرده بودن و واقعا یک ضیافتی برای گوش و روح بود که آدم ببینه که ما چقدر دور هستیم از اون تصوری، چقدر یعنی چقدر مولانا چقدر از ما تواناتره در تسخیر سرزمین های دیگه. و سفیر افغانستان و نمایندگان تاجیکستان آنچنان مولانا رو خوب میشناسند و ستایشگر اندیشش هستند که واقعا دیشب رو تبدیل کردن به یک شب فراموش نشدنی. چه جالب. خانم دکتر یاوری، آیا در این کنفرانس سه روزه که در دانشگاه مریلند برگزار میشه، حتما به همت مرکز ایران شناسی و آقای دکتر احمد کریمی حکاک، در مورد اینی که بالاخره مولانا کجایی است بحث میشه؟ یعنی میدونیم که سالهاست که بین ایران و ترکیه و کشورهای دیگری که در جوار ایران و ترکیه هستن بحث بر این هستش که آیا مولانا ترک بوده، آیا مولانا ایرانی بوده، در این زمینه بحث میشه یا نتیجه قرار گرفته بشه، چه خبر میشه در این مورد؟ اتفاقا نکته خیلی خوبی رو شما اشاره میکنید که به نظر من باز یکی دیگه این از پیروزی‌های مولانا بر جهان مرزها و تفاوت. و امروز اگر که مطالعات مربوط به مولانا رو با حتی مثلا 3 دهه پیش مقایسه بکنیم، میبینیم که تا چند اندازه توفیق مولانا در از بین بردن این مرزها و سخنها زیاد و چشمگیره. و شاید یکی از دلایل این که امریکایی‌ها اینقدر به شعر مولانا اهمیت میدن، در واقع یک جریان عمقی هست که داره در فرهنگ امریکا پا میگیره و گسترش پیدا میکنه و شعر مولانا با ترجمه های خوب درست در زمان مناسب به مردم عرضه شده که این جریان عمقی خلاف اون جریان کلی که آدم در ظاهر سیاست امریکا میبینه داره یک راهی به طرف یگانگی، توحید، صلح، پیوستن به همه به جای از بین بردن یک گروهی طی میکنه. و این سوالی که شما میکنید واقعا مطرح میشه و مطرح شده در بسیاری از پنل های صحبت هایی که در کنفرانس میشه، ولی نه برای تقویت حس مالکیت یک ملت یا یک فرهنگ یا یک سرزمین بر مولانا، بلکه برای تأکید بر برگذشتگی مولانا از تمام اینا. بدون تردید مولانا در برق دنیا آمده، سفری کرده، وقتی که مغول‌ها به ایران حمله میکنن با پدرش یک راه درازی رو طی میکنه، از نیشابور میگذره به مکه میره و از اونجا به میاد و در قنیه ساکن میشه. ولی شاید همین زندگی که به یک روالی زندگی مولانا رو به زندگی ما تشبیه میکنه و نزدیک میکنه در این روزگار، یعنی به دنیا آمدن در یک سرزمین و زیستن در سرزمین دیگه، اگر ما آدم های با بخت بلند باشیم شاید توفیقی باشه که نگاه کنیم که ببینیم این سفر زمینی و جغرافیایی مولانا تا چه اندازه در روان روشن این آدم بهش این امکان رو داده که به جهان به گونه‌ای نگاه کنه که مرزها درش جایی نداره. و امروز واقعا یعنی در این کنفرانس این اصلا خوشحال کننده است که اصلا مطرح نشد که مولانا بیشتر افغانیه، بیشتر تاجیکیه، بیشتر ترکه یا بیشتر ایرانی. بله. یک نکته هست. مولانا به زبان فارسی که زبان تمام این سرزمین ها در اون روز بوده شعر گفت و زیباترین شعرهای جهان رو در ما به یادگار گذاشت. در این ستایش هم افغانی های شرکت کننده در کنفرانس، هم تاجیک های شرکت کننده در کنفرانس و هم به طریق اولا ایرانی های شرکت کننده که همه مست اشعار مولانا هستن شریکن. و من فکر میکنم شاید این بزرگترین هدیه هست که مولانا به زمانه ما داره میده که زمانه تفریق، جدایی، اختلاف بین آدم‌هایی است که قرن‌ها با هم دیگه زندگی کردن ولی امروز بعد از تمام اینا دارن به سر و کله هم دیگه میکوبن بر سر هیچ.
و ای کاش که همشون در این کنفرانس حضور داشتن. واقعا چقدر ممنونم، چه گزارش جالبی برای ما دادین. خود شما خانم دکتر هورا یاوری سخنرانی داشتید در این کنفرانس؟ من به بنده این توفیق رو داده بودم که گرداننده جلسه ای باشم که درش 4 مقاله خیلی خوب ارائه شد و آقای کرم مصطفی، آقای جاوید مجددی صحبت کردن در بیشتر، یعنی تمام صحبت ها در اون جلسه ای که من در اونجا حضور داشتم مربوط به مثنوی میشد، ولی از زاویه‌های مختلف نگاه می‌کردند و به خصوص خانم صفورا نوربخش از به یکی از داستان‌های مولانا از زاویه فرضیه‌های فمینیستی جدید نگاه کرد و یک تفسیر تازه‌ای ارائه داد که خیلی مورد توجه قرار گرفت، که در واقع به این سوالی که در نقد ادبی خیلی مطرح هست الان که اگر که ما فرضیه های امروزی و غیر بومی رو بخوایم بر متن هایی که در قرون میانه نوشته شدن و در فرهنگ دیگه به وجود آمدن در تحلیل اونها به کار بگیریم، آیا این راهگشا هست به ما چشمانداز تازه‌ای میده؟ و در این حال باید چه نکاتی رو در نظر بگیریم که سر از بیراهه در نیاریم؟ و بسیاری از این تحقیقات روشنگر بود که تنوع چشماندازا چقدر میتونه کمک بکنه به برداشت گسترده تر ما از کل اون دوران، از تصوف، از رابطه شمس و مولانا که به صورتهای مختلف مورد بحث و گفتگو هست، و از اثر این آشنایی در شکوفایی شعر و اندیشه مولانا که در اون تردیدی نیست واقعا و از جهات مختلف بهش به داستان پردازده شد و خیلی کنفرانس پرباری هست. و الانم آقای گرامی که من جلسه رو ترک کردم راجع به گلها و گیاهان در دیوان و در مثنوی داشتن صحبت میکردن که خیلی بحث جالبیه که در اشعار مولانا گلها و گیاهان مختلف به چه معنا و به چه اعتباری به کار آمدن. و من امیدوارم بتونم بعداً از ایشون مقالهش رو بگیرم و استفاده کنم. بسیار عالی، ممنون و سپاسگزار از شما هستم و امیدواریم که حتما این مجموعه مقالات هم به زودی که چاپ شد بتونیم ماهایی که شرکت نکردیم اون رو به طور کتبی بخونیم. و خانم قرار هست که این کار رو بکنن. واقعا باید سپاسگزار بود از مرکز ایرادشناسی دانشگاه مریلند و آقای دکتر کریمی حکاک که یک باب تازه‌ای رو در مطالعات ایرادشناسی گشودن و قدم های خیلی بزرگی برد. بله حتما، ما هم سپاسگزاریم. ممنون از شما به خاطر وقتی که دادین و وقتتون رو نمیگیریم که بدید به جلسه. من از شما خیلی متشکرم و از شنوندگان. خواهش میکنم، روزتون بخیر. خیلی متشکرم. دوری ها و دلگیری ها با دکتر صدرالدین الهی. در رمضان نیز چشم شوخ تو مست است، ماه رمضان است و خورشید قده تا شب عید رمضان از نظرها نهان. دریغم آمد که به مناسبت این ماه که در تداول عام و آن ماه مبارک گفته می شود چیزی نگویم. علت اون که در این سالهای دوری و دلگیری گاه و بیگاه می شنوم، می بینم و می خوانم که جمعی بر دین با ادله و براهین خاص خود می شورند. اغلب این شورشیان زخم خوردگان انقلابی هستند که به نام دین آیین بخشایش و کیش تحمل را در سرزمین ما که همواره گهواره همزیستی ادیان و مذاهب بوده است از میان برداشته و اینان در برپایی آن انقلاب به تفاوت سهمی داشتند. چه حاصل که تکرار کنیم حرفهای آنان را که اسلام همین است که اینها آوردند،
اسلام دین اعراب است و به زور بر ما تحمیل شده. اسلام یک مکتب فکری ارتجاعی و خشونتبار است و احکام آن با موازین حقوق بشر سازگار نیست. و بر سر آنم که اگر فرصتی و عمری بود یک بار به طور کامل مطلبی به عنوان اسلام دموده و اسلام علمود بنویسم و آینه‌ای پیش روی این دو طرز فکر بگذارم. ماه شادمانی شکموها. مؤمنین چه شادمانی ها می کردند وقتی که ماه رمضان مصادف با ایام زمستان می شد و می گفتند روزها کوتاه‌تر است و رنج گرسنگی کمتر. و چه افسوس ها می خوردند هنگامی که ماه رمضان به ایام نوروز می افتاد و حسرت دید و بازدید های تمام روز به دلها می ماند و احتمالاً به دید و بازدید های بعد افطار آن هم با شکم سیر مبدل می شد و بچه های بیچاره در آرزوی چپوی شیرینی و آجیل در اتاق مهمانخانه هنگامی که پدر و مادرها مهمانان عید را بدرقه می کردند می سوختند. ماه رمضان زنگ تفریح سال بود. آدم‌های بالغ به بهانه روزه‌دار بودن بیشتر می‌خوردند و بیشتر می‌خوابیدند و مخصوصاً مردها کمتر کار می‌کردند. بازار در ماه رمضان تقلق بود و در عوض مجالس وعظ و نماز جماعت و موعظه پس از نماز در مساجد گرم و پر رونق. بازاری ها شاید ته دل از ماه رمضان دل خوشی نداشتند، چون با زبان روزه نمی توانستند دروغ بگویند و کالایشان را بفروشند و نه قسم به دروغ بخورند که جنس را دارند به ضرر می فروشند. و دیگر مخالفان ماه مبارک. جز بازاری ها یک دسته دیگر هم در طول تاریخ اسلام ایرانی دل خوشی از ماه رمضان نداشتند. اینها شعرای ما هستند که گاه به طعنه و کنایه و گاه به صراحت ماه روزه را ماه دور افتادن از می و شاهد می دانستند و به فراوانی از رفتن ماه روزه اظهار شادمانی کردند. از شیخ اجل که می گوید کسان که در رمضان چنگ می شکستندی نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند. تا خواجه شیراز که می فرماید زنمه عشق که از او پخته شود هر خامی گرچه ماه رمضان است بیاور جامی. روزه هرچند که مهمان عزیز است ای دل صحبتش موهبتی دان و شدن انعامی. اما شاید هیچ یک از شاعران ما به رندی قاآنی شیرازی از رفتن ماه رمضان اظهار شادمانی نکرده باشد. عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. این با طرب و خرمی و فرخی آمد و آن با کرم و مهنت و رنج و مرضان رفت. عید آمد و شد عیش و نشاط و طرب آغاز، مه رفت و خرافات خرافات خزان رفت. عید آمد و شد باز در خانه خمار، شاهد به میان آمد و زاهد زمیان رفت. و باز همین شاعر عصر ناصری است که عاجز از وعظ و آز بر سر منابر فریاد بر می دارد چو عید آمد و ماه سیام کرد سفر، امید هست که یابم به کام خیش ظفر. کنون که ماه مبارک نمود عزم رحیل، بهل که تا برود رفتنش مبارک تر. اگرچه بود مه روزه بس عزیز، ولی عزیزتر بود اکنون که کرد عزم سفر. چو واعظ آنچه دهد پند خلق خود نکند، نشسته بر زبر دار به که بر منبر. شاعری هم هست که کمتر می شناسیدش. او از شاعران عصر صفوی است و
از کسانی است که شاید می اندیشیده راه نوینی برای شعر فارسی پیدا کند یا زبان فارسی را به نحو تازه‌ای مورد استفاده قرار دهد. نام او طرزی افشار است. اهل ارومیه بوده و از شاعران عصر شاه عباس دوم صفوی است. این شاعر با ساختن مصادر جعلی و افزودن علائم مصدری به آخر اسماء دیوانی ساخته و پرداخته است که من در اختیار دارم. او افعالی مانند ماچیدن، عرقیدن، لامیدن، خیاطیدن، تلخیدن، عجبیدن و هزارها مصدر جعلی دیگر ساخته است. از جمله در یک شعر فعل پلاویدن را به معنی پلو خوردن به کار برده و از پلو خوری ماه رمضان اظهار مسرت کرده است. گفتیم که ماه رمضان ماه شکموها بوده و طرزی افشار هم شاید یکی از آنهاست که میگوید شعبان رمضان گر به پلاوم متعجب، بی آش جمادیدم و بی نان رجویدم. شاه شکمو برای ما بچه ها اما ماه رمضان ماه زولبیا و بامی و پشمک بود و نان پنجره و قطاب و یخ در بهشت و اصلا مثل این روزهای غربت نبود که وقتی به یک رستوران ایرانی می روی تا چلو کباب بخوری بعد از غذا زولبیا و بامیه به جای دسر رویت بگذارن که این دسر ایرانی است. نه، زولبیا و بامیه مال ماه رمضان بود و دو طایفه یعنی مؤمنین معتقد و پایبند به سنت ها و نیز شیرینی فروش های عاقبت اندیش از چند روزی پیش از ماه رمضان به استقبال آن می رفتند. اولی ها با روزه گرفتن استقبالی و این دومی ها با پختن پیش از وقت شیرینی. پیشخان قنادی ها از زولبیا و بامی و پشمک به کوهی میمانست شیرین و مکیدنی. به خصوص زولبیا و بامیه که علامت حلول ماه مبارک بود. من نمیدانم که چرا منقول است که محمد شاه قاجار این پادشاه بیمار نقرسی و اکول با حاجی میرزا آقاسی اصلاح طلب اون دوران میگفته است جناب حاجی کی میشود ماه رمضان بیاید و ما یک شکم سیر زولبیا و بامیه بخوریم. و کسی نبوده که عرض کند قربان شما شاه هستید و هر وقت هوس زولبیا و بامیه بکنید همون وقت ماه رمضان است. و شاعر شکموی شاطر افطار لوازمی داشت و روز گوشودن تشریفاتی که با آن اشاره خواهم کرد. اما یک شاعری داریم که شغلش شاطری است، غزلهای داغ دارد که بزرگترهای ما آن را با زمزمه آهسته به تحسین می‌خواندند و بی جهت می‌گفتند که شاعر بی سواد بوده است. مگر می شود بی سواد بود و اینطور سرود؟ زیر لب وقت نوشتن همه کس نقطه نهد. این عجب نقطه خال تو به بالای لب است. یارب این نقطه لب را که به بالا بنهاد؟ نقطه هر جا غلط افتاد مکیدن ادب است. بخش دوم این نوشته شیرین دکتر صدرالدین الهی رو هفته آینده میشنوید که باز هم مطالب جالبی راجع به ماه رمضان و عید فطر خواهند داشت. هفته دیگه هم با ما باشید که بخش دوم این مقاله رو از زبان شیرین خود دکتر صدرالدین الهی بشنوید. با ما باشید. چای برگزیده هفته Person of the Week. یاران در این بخش از برنامه به سراغ یک بانوی هنرمند ایرانی میریم که اخیراً به شهر فرشتگان نقل مکان کردند و ما چقدر خوشحالیم که
این بانوی هنرمند رو که سالها در نیویورک زندگی میکردن اکنون در کنار خودمون داریم و در فواصل نزدیک شاهد یکی دو برنامه ایشون در صحنه های ایرانی و آمریکایی خواهیم بود. خانم سوسن دهیم، یک آهنگساز، خواننده، هنرمند که از ایشون بسیار برنامه های متفاوتی دیده شده و در سطح بین المللی و در سطح آمریکا، در نیویورک، در شرق آمریکا بسیار شهرت دارند و با بزرگان هنر جهان از موریس بژار گرفته تا مارتین سکورسیزی، با شیرین نشاط، آلیور ستون در زمینه‌های مختلف همکاری کردند و تبازمایی، چون موسیقی فیلم هم می نویسند و یک تنه خلاصه این بانوی هنرمند کارهای فوق‌العاده‌ای رو در سطح هنر موسیقی انجام میدن که برای ما ایرانی ها باعث سرافرازی است. صبح شما بخیر خانم سوسن دهیم. صبح بخیر خانم، حال شما؟ خیلی ممنونم، شما خوبید انشالله. خیلی متشکرم. من داشتم بخشای خیلی کوتاهی از معرفی نامه بسیار افتخار آفرین شما رو برای دوستان میگفتم و بعد حتما بهشون توصیه بکنم که برای آشنایی بیشتر با فعالیت ها و کوشش هایی که سوسن دهیم کرده به سایت سوسن دهیم یا سامانه او برید، susandehim.com، و ببینید که علاوه بر همه اون چیزایی که من گفتم، ایشون یک کوشنده انسان گرا هستند که کارهای متعددی در این زمینه ها هم انجام میدن، در نشست هایی که یا برنامه ها و گردهمایی که مربوط به گردآوری پول و یا کمک به موارد انسان طلبانه یا نوع دوستانه هست، سوسن دهیم همیشه پیش قدمه. شما چند وقته به شهر ما آمدید خانم دهیم؟ تقریبا یک سال شد و بدون اینکه خودم هم بدونم یه مدتی اومدم اینجا و دیدم که چقدر هم از روز طبیعت، هم از روز آب و هوا و هم به خاطر اینکه یک کامیونیتی ایرانی خیلی عزیز اینجا هستن که برای من که 3 سال برنگشتم یه که برگشتی بوده به ایران و خودش نمیدونم چجوری بگم یه امتیاز خیلی مهمی بود بر من و تصمیم گرفتم یه مدتی بیام اینجا و ببینم که میتونم به کارم ادامه بدم، چون من به هر حال خیلی اروپا کار میکنم. بله خانم دهیم، یک کمی بلندتر با ما صحبت بکنم، یه گوشی رو به دهانت، دهانی گوشی رو به نزدیکتر بگیر. خب میفرمایید. خلاصه یک ساله که اومدم و فعلا خدا رو شکر خیلی خوشحالم اینجا و از خیلی لحاظه مختلف و اینی که میتونم با شما ایرونی صحبت کنم ساعت 9 صبح تو لس آنجلس و 2 ساعت بعدش باز توی فضای دیگه باشم خودش خیلی بر من اهمیته. خب برای ما هم جای خوشبختی است که شما شهر ما رو برای اقامتی انتخاب کردین و شما رو میتونیم از نزدیک ببینیم. هفته پیش در کتابخانه شهر بیورلی هیلز در برنامه‌ای که معرفی کتاب خانم منیر فرمافرمایان بود، چند قطعه برای شرکت کنندگان اجرا کردی که چقدر با استقبال مواجه شد و به همین زودی یعنی روز 6 اکتبر در نیتینگ فکتوری در هالیوود دارید برنامه اجرا می‌کنید. راجع به این برنامه با ما به صحبت کنید خانم سوسن دهیم. بله، من می‌دونم که نمی‌دونم شما که کار منو می‌شناسید. بله. در فعالیتم توی سطح کارهای خیلی نوآوری بوده در 20 سال گذشته، هم از لحاظ وقت، هم از لحاظ تئاتر، هم از لحاظ موسیقی که بیشتر فعالیت من توی این زمینه بوده و این کنسرت جدیدم که حدود 1 سال هست که اجرا شده، 4 تا لندن جاز فستیوال اینو کامیشن کرده بودن. این یک ایده‌ای هست که من میخواستم، چون خیلی موسیقی دنیا رو دوست دارم، همه جای دنیا رو، به خصوص موزیک صدایی، یعنی سنت مختلف صدا در جاهای مختلف دنیا. همیشه من به طور ابستر با اینا کار کردم، ولی چون خیلی از دوستان به من میگفتن که چقدر عالی میشه که این اشعار عاشقانه‌ای که هست همه جای دنیا با اونا کار کنم، و من فکر کردم چقدر ایده خوبیه و یک ست جدیدی درست کردم که اسمش هست رومانس لنگویج، زبان احساس. بله بله. و بسیاری یک حدود 15 تا آهنگ از جای مختلف دنیا است که از لبنان، از ایران آف کورس، و از ایتالیا، از فرانسه، از
برای استاندارد جاز هستن که با اونا کار میکنم و این یه چیزیه که فکر میکنم بتونه مدت ها ادامه پیدا کنه، چون انقدر آهنگای قشنگ هست و انقدر ملودی قشنگ هست تو همه جای دنیا که توی دنیای غرب ازش استقبال نمیشه برای اینکه نمیشناسن. من فکر کردم که این خیلی هم برای من خیلی جالبه که بتونم موزیک اتیوپی، موزیک زایر، موزیک کورد، موزیک ترک، اینا رو همه رو بتونم توی این رپرتوارم بیارم، ولی حالتی باشه که مردم معمولی که نمیدونن که کارهای خیلی کانتمپوری کلاسیکال چجوری توش وارد شن از لحاظ روحی و احساسی، این آهنگاشون بیشتر شعر هست و حالت ترانه داره. بسرم یک فضای جالبی میشه که هم بر من خیلی جالبه، هم برای تماشاگری که نمیخواد بره تئاتر بشینه و یه چیزی فقط فرهنگی گوش کنه، میخواد یه چیزی گوش کنه که تقریبا بشه باش تماس پیدا کنه که آسون تر باشه باش تماس پیدا. بعد تو این برنامه‌ای که از طرف رادیوی KCRW 89.9 هم پشتیبانی شده و لوانتین سنتر، هر دو دارن این برنامه رو میذارن در نیدینگ فکتوری هالیوود که در آدرسش رو دارم 7021 هالیوود بولوار در لس آنجلس برگزار خواهد شد روز 6 اکتبر. کسانی که میخوان اطلاعاتی در این زمینه بگیرن میتونن با تلفن 323-463-0204 323-463-0204 یا سامانه خود خانم سوسن دهیم susandehim.com یا knittingfactory.com مراجعه کنن، اطلاعات بیشتری بگیرن. پرسش من از شما خانم دهیم این هستش که این مجموعه رو به صورت سی دی هم در آوردین؟ نه خیر، من فکر می‌کنم که این قدم بعدی باشه. قدم بعدی تو فعلا یه تجربه‌ای که می‌خواستم ببینم که اینطوری خواهد می‌خوام خواهد شد. و این هنرمندان دیگری که این گروه تعداد قابل توجه از هنرمندانی که پلوشون با شما خواهند بود اون روز، اونها هم برنامه اجرا میکنند یا کار خاصی میکنند؟ همه برنامه خود شما اجرا میکنید؟ والا من این برنامه با یک دیجی ایرانی هست که من شنیدم خیلی در دنس هال لس آنجلس فعال، دختر خیلی جوان ایرانی هست که خیلی موزیکش خوبه و اسمش هست دیجی شاه و یک خانمی به نام جینجر شانکر که از فامیل راوی شانکر هستن و ایشون هم یه ویولونیست خیلی خیلی جوان معروف هستن که این ایشون ست خودشون دارن قبل از این که بر من افتتام نمیدونم چی میگیم باز میکنن. بله. و بعد بند من هستن که 9 نفر هستیم و تمام موزیسیان های خیلی 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 شناخته شده دنیا هستن و واقعا یه مجموعه از موزیسیان های جاز و R&B و اتنیک هستن که خب خودشون تنهایی میتونن یک فضای خیلی خیلی جالب موزیکی داشته باشن. خیلی جالبه، خیلی خیلی به نظر من یه ست خیلی جالبی از هم از لحاظ موزیکی هم از لحاظ اینکه هر کدوم از این موزیسین ها واقعا خودشون یک اینقدر فعالیت مختلف داشتن که واقعا یه افتخاری که همه ما با هم هستیم. من به شنوندگانی که دوست دارن تجربیات تازه رو ببینن، روی صحنه بشنون، شاهد باشن، توصیه میکنم حتما به دیدار سوسن دهیم و گروهش برن، حتما شاهد یک برنامه متفاوت و یک تجربه تازه خواهند بود با صدای فوق العاده زیبایی سوسن دهیم، با ارنجمنت هایی که میکنه و با ترکیب هایی که از آهنگ های مختلف روی هم میذاره. یعنی شما شاهد یک نفری هستین که روی صحنه کار یه ارکستر رو خودش میکنه سوسن دهیم و من همیشه واقعا لذت میبرم، به خدا اینا این واقعیت دارم میگم، لذت میبرم از کاری که شما میکنی و از این همه هنری که در وجود شما نهفته است و با خلوص نیت و با عشق به تماشاگر خودتون میدید و با امید این که برنامه موفقی داشته باشید و باز هم فرصتی باشه باهاتون صحبت کنم. خیلی متشکرم. اگه اجازه بدید با یک قطعه از آهنگ خودتون برنامه رو تموم بکنیم. خیلی ممنون. روز خوبی خیلی داشته باشید خانم سوسن. تمام همینطور. مرسی.
در محضر استاد. یاران، فرصتی پیش آمد که گفتگوی کوتاهی داشته باشیم با استاد لقمان عتمی، ویولونیست مشهور و بنیانگذار اینترنشنال میوزیک سکول در نیوپورت بیچ در کاستا میسا. نام لقمان عتمی برای همه ما آشناست و از نوای آسمانی ویولونشون و ترانه هایی که میزنن و موسیقی که میزنن با تار و پود جان همه ما بارها و بارها بازی کرده. خیلی خیلی از بخت خودم خوشحالم و خوشنودم که فرصتی دست داد که به مناسبت برنامه‌ای که فردا برگزار میشه در شهر لس آنجلس با آقای لقمان عتمی گفتگوی کوتاهی بکنیم تا بعدن یک بار دیگه سر فرصت در مورد خودشون صحبت بکنیم. آقای لقمان عتمی، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر خانم هما سرشار عزیز. آرزوی بهترین لحظات رو براتون دارم و تشکر میکنم از تماستون. خواهش میکنم. میدونم وقت برنامه شما بسیار کوتاه است، ولی خیلی خلاصه و منم موکول میکنم به یک بار دیگر که این سعادت داشته باشم حسم و راجع به خود شما بیان کنم و فقط اینو بگم که باعث افتخار منه که با شما صحبت میکنم. یه روزنامه نگار شناخته شده و موفق و یه چهره شاخص بین بانوان ایران که واقعا باعث ما افتخار هست. شرمنده میکنید بنده. خیلی ممنونم. من خیلی خوشحالم که فردا در برنامه‌ای که در کانون فیلم برگزار میشه در کنار شما خواهم بود و کنار اساتید و واقعا چهره های سرشناس دیگری برای گرامی داشته جلال الدین مولوی. اگه ممکنه شما محبت کنید و به دوستان توضیح بدید که فردا باید منتظر چی باشن در کانون فیلم. خواهش میکنم. پس من البته به باعث دلگرمی بیشتر منیم که شما خودتون در حقیقت MC یا گرداننده این برنامه هستید که به هر حال بهتر از من میتونید تشریح کنید، ولی جسارتا عرض میکنم که بخش های مختلفی در این برنامه هست. میدونم که آقای فرهنگ فرحی برنامه دارن، خود شما در رابطه با مولانا جلال الدین رومی صحبت میکنید و خانم برفته فیاض هستن در این برنامه قطعاتی رو اجرا میکنن و اونجایی که من به خاطرم هست
آخرین قسمت برنامه هم به بنده حقیر و پیانیست توانای شوروی آرمن آهارونیان. به اتفاق شما به اتفاق آقای آرمن آهارونیان برنامه اجرا میکنید. بله چقدر پیانیست فوق‌العاده هستن ایشون. بله پیانیست توانایی و برحال ما دیگه ترکیب شما دو نفر که دیگه محشر میشه. میدونم که اونجا قرارم هست که فیلمی نشون داده بشه در مورد مولانا، فیلم رومی پرواز بر بال عشق ساخته شمس فریدلندر، و همچنین دیگرانی که در این برنامه خواهند بود، چهره‌های آشنایی که در این برنامه خواهند بود، جهان استانیزای و زمان استانیزای از افغانستان و خانم آریانا فرشاد و خانم پری امینی هنرمند نقاش. دیگه فکر میکنم خیلی برنامه پروپیمانی آقای حسن فیاض و همکارانشون تهیه دیدن برای فردا، درسته؟ بله و میدونم که از ساعت 6 شروع میشه برنامه، در حقیقت سی دی ساینینگ داریم ساعت 6 تا 6:30، از 6:30 به بعد برنامه شروع میشه و دقیقا همینطوری که شما میفرمایید بسیار پربار تعداد زیادی از چهره‌های شاخص این شهر شرکت داره. میخواستم خواهش میکنم روز یک شنبه 30 سپتامبر 2007 ساعت 6:30 در کانون فیلم، که دوستانی که اگر برای نخستین باره میخوان برن اونجا، نشانیش رو بدم خدمتتون، در 11338 سانتا مونیکا بولوار هست، در فلیسیا محود آدیتوریوم، همون منطقهی که ساختمان های شهرداری لس آنجلس سانتا مونیکا هست، وست لس آنجلس، در واقع دو بلاک غرب فریوی 405 هست این محل، و 6:30 دوستان کانون فیلم و استاد لقمان عتمی، یاران دیگرشون، بنده، آقای استاد فرهنگ فدهی و بسیارانی دیگر در اونجا خواهند بود که علاوه بر امضای سی دی هاشون، جناب علی سی دی شمالتون رو امضا میکنید، درسته آقای لقمان عتمی؟ بله. آقای فرهنگ فدهی سی دی باران نورشون رو برای دوستانشون امضا میکنن، خانم آریانه فرشاد حتما دی وی دی رومیشون رو، میستیک ایران و The Age of Awakening، در واقع یک مجموعه فوق العاده جالب فردا در کانون فیلم خواهد بود. بنفشه صیاد یک رقص تکی خواهد کرد که رقصی است که از آموزش هایی که از رومی دیده این کار، یعنی مولانا جلال الدین رو انجام میده، و دیگه باید منتظر برنامه های خیلی متنوع و در این حال دیدنی و جالبی باشند کسانی که فردا میان به کانون فیلم. من اضافه میکنم خانم سرشار که در آخرین قسمت برنامه من با همراهی آرمن قطعه رو اجرا میکنیم به نام رومی. آها. در حقیقت این قطعه برای حضرت رومی ساخته شده. ساخته خود شماست؟ بله ساخته خود بنده است. بله بله. فکر میکنم در نوع خودش قطعه شنیدنی و جالبی باشه. برای نخستین بار داره اجرا میشه آقای عتمی؟ بله بله. خیلی خوب. پس این دیگه یکی از هایلایت هایی به قول امریکایی برنامه خواهد بود. امیدوارم مورد توجه شما و دوستان عزیز قرار بگیره، و اگر اجازه بدید بنده شماره تلفن اونجا رو هم اعلام کنم. محبت کنید. خواهش میکنم. 818 بله 667 88 46. بله. این برای اینه که احتمال میدن که ممکنه سالن سریع پر بشه، میتونید از قبل جاتون رو رزرو بکنید، ولی کسانی که این امکان رو ندارن هم اگه دم در بیان هیچ ایرادی نداره، فکر میکنم که بشه تعدادی رو باز هم هنوز جا داد، ولی اگر زحمت بکشید و تلفن کنید برای رزرو حتما کار راحت تر انجام خواهد شد. 818 667 88 46. خب محلش هم کمسه که شما فرمیدید 11338 سانتا مونیکا. بله بسیار عالی. پس به امید دیدار شما آقای لقمان عتمی و سایر دوستان در کانون فیلم فردا شب، و با آرزوی که به بنده این فرصت رو و رخصت رو بدید که یک بار دیگه مفصلا با خود شما و برای کارهای شما باتون صحبت بکنم. باعث افتخار من خواهد بود. تشکر میکنم از اینکه از من دعوت کردید در برنامه‌تون باشم. آرزوی موفقیت میکنم و به امید دیدارتون هستم فردا. با امید دیدار. خدا نگهدار. روز شما بخیر.
آهسته آهسته به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم و من دیگه باید با سپاس فراوان از همه دوستانی که برنامه هفته گذشته رو پسندیده بودند و این برنامه واقعا زحمت بیشترش به دوش سیامک ثابت ایمانی عزیز و علیرضا خان بود، چون من نبودم هفته گذشته برنامه ضبط شده رو پخش کردن، یه دیگه هم دلواپس شده بودن علیرضا خان که چرا برنامه زود تموم شد. این به خاطر ناشیگری من بود که در حساب دقایق و ساعت یک کمی اشتباه کرده بودم و کماکان از این به بعد بین ساعت 8 تا 10 در خدمتتون خواهیم بود. از حالا هم خدمتتون عرض بکنم که روز 13 اکتبر برنامه خانه دوست نخواهیم داشت، چون یک پخش مستقیم از جشن مهرگان اورنج کانتی خواهد بود. در نتیجه برنامه ما رو رادیو به این کار اختصاص داده. یک هفته است فرصتی برای اینکه بنده استراحت کوتاهی بکنم و شما دوستان گوشتون استراحت بکنه از این برنامه و بعد بلافاصله از هفته بعد با برنامه‌های تازه‌تر و پروپیمان‌تر در خدمت شما باشیم. با سپاس فراوان از علیرضا حکمت‌شعار عزیز کارگردان فنی برنامه و همینطور مهمانان برنامه‌مون، خانم شیدا محمدی، آقای حمید فانی، هادی خورسندی، خانم دکتر هورا یاوری، دکتر صدرالدین الهی، سوسن دهیم و استاد لقمان اتمی که به برنامه ما رنگ و رونق خوبی دادن امروز، همه شما رو به خدا میسپارم. براتون روزهای آفتابی، شبهای پرستاره و ایام به کام رو آرزو میکنم. And have a very nice week.